برادر نور چه دعای زیبایی کردن. خدایا بیا با ما حرف بزن. انتظار دارین که امروز خداوند با شما حرف بزنه؟ منتظر هستین؟ چرا نباید منتظر باشیم؟ چون ما خدای زنده رو داریم. خدای زنده حرف میزنه، نیست؟ خدای زنده حرف میزنه. چقدر اشتیاق داری برای شنیدن صدای خدا. ایمان دارم که خدا با منتظران خودش حرف میزنه، خدا با فرزندان خودش حرف میزنه، خداوند با دوستان خودش حرف میزنه و رساترین آواز و صدای خدا که مشتاق امروز گوشهای ما بشنوه، نه فقط گوشهای ما ولی بلکه جهان بشنوه که تو محبوب دل خدا هستی، که تو محبوب من هستی. باور میکنی؟ اگه این صدا در قلب تو نفوذ کنه، اگه به وسیله این آواز خدا تسخیر بشی، برانگیخته بشی، تمامیت وجود تو رو شادی، خوشی روح القدس و آرامی فرو میگیره. خدا میگه تو محبوب من هستی. به بغل دستید بگو تو محبوب دل خدا هستی. با ایمان بگو، با ایمان بگو تو نماینده خدا هستی. تو محبوب دل خدا هستی. باشه که امروز به طور خاص که اولین عشای ربانی رو داریم در این سال جدید، کلام خداوند که یه آوای تو خالی نیست، کلام خداوند یه آوای تو خالی نیست بلکه قدرت داره. باشه که امروز کلام خدا نه فقط قدرتش بلکه اون نورش مثل آفتابی باشه که در دلهای منتظران خودش، فرزندان خودش طلوع کنه و همه چیز رو منور کنه. آمین. باور میکنی که خدا میتونه امروز این کار رو بکنه در قلب تو، در جان تو، در روح و روان تو؟ شخصی بود به نام مارک توان، یک طنز پرداز حرفه‌ای بود. تمام نوشته های او، تمام آثاری که می نوشت برای این بود که مردم رو شاد کنه. بسیاری از مردم در سراسر جهان با طنز های این نویسنده شاد و سرحال می شدن. ولی با این وجود این شخص در زندگی خصوصی خودش به خاطر غم‌هایی که داشت، به خاطر رنج‌هایی که داشت، خورد و شکسته و داغون بود. و بارها به یکی از دوستاش گفته بود من هرگز به کسی بجز مردگان حسادت نمی‌کنم. اما در مقابل عیسی مسیح خداوند رو داریم، مرد غم‌ها، درد آشنا، ولی با این وجود از چنان شادی، عزیزان، شادی عمیقی لبریز و آکنده بود که فراتر از تمام چیزهایی بود که جهان میتونست به او بده. برای همین به پیروان خودش این گنج رو هدیه داد. در یوحنا باب 15 آیه 11 میگه این را به شما گفتم تا خوشی من، این خوشی که در منه، در شما باشه و خوشی شما کامل گردد. عزیزان، اون وعده کمال خوشی رو به پیروانش میده. پس چرا بیشتر موقعها زیر ابرهای ناامیدی دست و پا میزنیم؟ چرا حقیقتاً؟ وقتی پولس رسول رو میبینیم با وجود خطراتی که در زندگیش بود، خطرات پی در پی، دشمنی ها، طرد شدن ها، گرسنگی ها، تشنگی ها، به زندان افتادن ها، آوارگی ها، عریانی ها، محکومیت، در نهایت به مرگ منتهی شد زندگی او. در اون اوضاع مایوس کننده و دردآور در فیلیپیان باب 4 آیه 4 میگه در خداوند شاد باشی. اگر نمیفهمید باز هم میگویم شاد باشید. دلیل شادی پولس چی بود عزیزان؟ خیلی از ماها دنبال شادی هستیم، نیست؟ دلیل شادی پولس چی بود که میگه در هر زحمتی، نه یه شادی معمولی، شادی وافر میکنم.
چی بود دلیل این خوشی پولس؟ خدا در او سکونت داشت. عزیزان، شادی خداوند در او سکونت داشت. اونایی که در مسیح هستن این امتیاز عالی و پرشکوه دارن که در هر وضعیتی، در هر شرایطی مایوس کننده ای، کمال خوشی رو تجربه کنن. باور میکنین تا حالا تجربه کردین؟ بهترین لحظات زندگی من این زمانها بوده. ولی با این وجود تعداد اندکی از مسیحیانه که از این امتیاز عالی که خداوند به اونا داده استفاده میکنن. اونا در حالی که زیر آفتاب شادی آرامش قدم بزنن، زیر ابرهای غم و اندوه دارن تقلا میکنن، مثل کسایی که خدای اونا مرده. چند وقت پیش، هفته پیش بود، ملاقات یه نفر رفتم، دیدم یکیشون اینجوری نشسته، اون یکی رفتم تو اتاق، دم همه سه چهار نفر فقط دارن گریه میکنن. یعنی فقط اومدم بگم ببین خدای شما مرده است نیست؟ فقط دهنمو نگه داشتم و سکوت کردم و سعی کردم اونا رو تسلی بدم و آگاه کنم که خدا زنده است. مخصوصا عزیزان، مایانی که در هویت قبلی خودمون بودیم، اگه خیلی صادق باشیم با خودمون، در فرهنگی که زندگی میکردیم، فرهنگ سازی که در زندگی ما میکردن، خاک بر سرمون میکردن، نمیدونم ایجاد غم و اندوه، درد، نوحه‌گری رو در ما نهادینه میکردن، فرهنگی که با شیوه های غم و اندوه و ناله، مرثیه خوانی به سر و صورت زدن یادمون میدادن که با این عد و اطفار در آوردن روح ما پرورش پیدا میکنه و به خدا نزدیک میشیم. انسان‌هایی هم هستن همین الان که دارن اینو نهادینه میکنن، فرهنگ سازی میکنن توی انسان‌ها، سعی میکنن انسان‌ها امیدشونو از دنیا، از زمین نیکوی خدا که خداوند ساخته که انسان از اون پرورده بشه، متلذذ بشه از نیکویی‌ها و نعمت‌های خدا، چشمشونو دور کنن به سوی خدای جهانی بذارن نادیده، که روزی رستگار خواهی شد، با حوری پری زندگی خواهی کرد. اما عزیزان، بزرگترین مزیت یک انسان حقیقی، انسانی که به معنای واقعی انسان شده، شاد زیستنه، شاد بودنه. شادی رو وقتی نگاه میکنم، چه در عهد عتیق چه در عهد جدید، توشه راه زندگی مسیحی بوده، زندگی انسانی بوده که به خدا وصله، مثل یه سوختی بوده برای موتور ماشین زندگی یک انسان. بدون شادی انسان نمیتونه زندگی کنه، نمیتونه جلو بره. در عهد عتیق افراد میدونستن کسی که با یهوه وارد اون عهد بشه، خداست که سرچشمه تمام شادی ها و نیکویی های زندگی اوست. و یک شادی خودجوش، یک شادی که ربطی به شرایط ما نداره، در قلب این افراد جاری میشه. داوود یکی از اینا بود. چقدر زیبا در مزمور 16 آیه 11 میگه خداوند رو پیش روی خود دارم، چون به دست راست من از جنبش نخواهم خورد. از این رو دلم شادی میکنه و تمام وجودم به وجد میاد. در عهد عتیق عزیزان، شادی با کل حیات ملی و مذهبی قوم یهود درامیخته بود، ارتباط داشت. تمامی جشنها، تمامی اعیاد گوناگون گواه اینو میداد که زندگی شخصی که از طریق عهد به یهوه وصله، پر از شادی و طراوته. به قول مزمور نویس میگه خوش آب حاله کسی که یهوه خدای اوست، زیرا خدایی نیست مثل یهوه. هللویا. در عهد جدید شادی ثمره اعلان آغاز پادشاهی خدا بوده و هست. ورود عیسی مسیح خداوند به این دنیای یخ‌زده بشر با
با تاکید به شادی بود. در لوقا باب 2 آیه 10 اما فرشته به آنها گفت مترسید، چشمتون روشن، میخوام چشم روشنی به شما بدم که یک شادی عظیم، یک شادی با شکوه در انتظارتونه، زیرا در شهر یهوه نجات دهنده متولد خواهد شد که نام او مسیح خداوند است. اولین معجزه عیسی مسیح در اون خدمت پر جلالش در مکانی بود که پر از جشن و سرور و شادی بود. آبهای این افراد رو به شرابهای ناب تبدیل کرد. چون خدای ما خدای جمعی شادیه، اون نیاز مبرم این افراد رو میدید که نه به یک شادی مقطعی بلکه به یک کمال شادی نیاز دارن. نگفت این کارا چیه میکنین؟ ای همه گناهکاران از من دور شوین، این از خدا نیست. او با اونها خورد، عیسی با اونها نوشید، اونا عیسی مسیح با اونا خندید و امروز هم میخواد لبهای تو رو پر از خنده و شادی کنه. البته چند قدم اونورتر، چند لحظه بعد با یه غیرت آتشین اومد میزهای صرافان و تمام اون افراد سودجو رو واژگون کرد. اینم هست عزیزان، هفته پیش کایروس رو شنیدیم، نیست؟ کایروس برای من زمانیه که خدا وارد زندگی های ما میشه. چه وقتی که آبهای ما رو به شرابهای ناب تبدیل میکنه، شادی و تسلی در قلب ما میاره. چه زمانهایی که بتهای قلب ما رو نشون میده، واژگون میکنه. عزیزان هر دو ثمرش سلامتی و شادیه. ورود مظفرانه عیسی به اورشلیم با جشن و سرور و شادی همراه بود. در مرقس باب 11 آیه 9 آنان فریاد کنان و اشک کنان میگفتن جاوید شاه، جاوید شاه. آشنایین با این کلمه؟ هوشیانا، خجسته باد آن پادشاه که به نام خداوند میآید. بعد از رستاخیز موج شادیه حضور عیسی مسیح در کوچه پس کوچه های اورشلیم حرکت می کرد. موقع صعود ملک نداشت، طلا و نقره نداشت، گنج شادی رو به میراث گذاشت. دل شما مسترب نشه، شادی خودم رو به شما میدم. نه فقط همینا عزیزان، خداوند طریق کلامش، کلامی که در ما جا میگیره و بقا پیدا میکنه، شادی رو به ما میده. تو مزمور 19 آیه 8 میگه فرایز خداوند راست است، پاک است و دل را شاد میسازد. آیا تا حالا کلام خوندین شادی بیاد؟ بیشتر از اون موقع که غنیمت وافری به دست آوردین؟ شادی خداوند، اون شادی خداوند برای آنانی که به خداوند اعتماد دارن در هر غم و سختی و چه کنم چه کنمی چیره و حاکم میشه. 126 مزمور 126 آنایی که با اشکا میکارن با وجد و شادی و ترنم درو میکنند. حتی از قصد اومدن به حضور خداوند، حتی وقتی فکر میکنی باید به کلیسا بری، یک مذبحی بذاری، به حضور خداوند بری، خوشی خداوند، شادی خداوند در قلب تو جاری میشه. تو مزمور 43 آیه 4 میگه آنگاه که به مذبح خداوند خواهم رفت، به سوی خدایی که سرور و شادی من است. داوود در مزمور 122 میگه شادمان میشدم چون به من میگفتن، فقط میگفتن که بیا به خانه خداوند بریم. باور میکنین عزیزان؟ اگه اینا رو نچشیدین، گنج عظیمی رو از دست دادین و هیچ چیزی دیگه نمیتونه باعث شادیتون بشه. اگه این همه گنج ها در خداوند شما رو اقنا نکرده، عزیزانم تکانده ترین و مهیب ترین چیزی که راجع به شادی میخوام بگم بهتون امروز، شاخکای روحانیتون آماده باشه. شادی در خداوند یک حکمه، نیست؟ یک حکمه.
در مزمور 37، در مزمور 33، در مزمور 32، در خداوند شاد باش، همت تو ببر تا مسئلت دل تو رو به تو بده. ای صالحان در خداوند شاد باشین، ای راست دلان در خداوند شادی کنین، حکم میکنه، در خداوند وجد و ترنم نمایید. کلام خدا ما رو به شادی حکم میکنه، زیرا اگر شاد نباشیم از عزیزان، نه فقط زندگی روحانی خودمون رو به مخاطره میندازیم، روح و روان خودمون رو درگیر افسردگی و هزار تا درد بی درمون میکنیم، بلکه جلال، حرمت و آوازه خداوند رو لکه‌دار میکنیم، نام عزیز خداوند رو، آوازه او رو به خطر میندازیم. در کتاب استر خشایارشا یادتونه؟ در کتاب نهیمیا، این 2 ساعت موعظه بود، فقط من دیروز دارم سر و تهشو میزنم. اردشیر اول یادتونه؟ اجازه نداشت کسی به حضور خداوند با غم و اندوه بیاد. کار خطرناکی بود. چرا که به پادشاه اینو این پیامو میداد که تو بلد نبودی درست مملکت داری کنی. برای همین من بدبخت و غمگین و پلاس پوشیدم. اگه خود خداوند شادی ما نباشه، گنجینه اول ما نباشه، خرسندی ما نباشه، سرور ما نباشه، ما نام عزیز او رو بی حرمت کردیم. آوازه این خدا رو، خدایی که شادی رو دوست داره، عزیزان لکه‌دار کردیم. اصلا منظورم این نیست که به زور اینجوری هم بخندیم، اصلا منظورم این نیست. یه موقع عشق میاد، یه موقع درد و غمه، در فشارها و تنشها هستیم، اما پای ما به عقب بر نمیگرده، اما در خداوند افتاده و مغموم و حیران و بدبخت نیستیم. در کلام خدا میگه، پولس میگه دردی جانگاه دارم، غم و اندوه دارم. عیسی میگه ماتم کنیم با ماتمیان، خوشا به حال ماتمیان. اینا هم هست تو مقوله دیگه میره. یک شادی خداونده عزیزان که در هر شرایطی، هر زمانی، در اعماق قلب یک باورمند حرکت میکنه و نمیذاره او در سخت‌ترین شرایط ناامید باشه، در اون گرداب فرو بره و بمونه و خیلی یارم پایین بکشه. اشعیا 61:3 میگه خداوند مرا مست کرده تا غمزده ها رو، تا مسکینان رو بشارت بدهم. شادی خداوند باعث میشه این مسکینان، گرانباران به سوی خدا بیان. عزیزان خدایی که به جای خاکستر غم و اندوه، نوحگری، مسلمانان گریه کنین گریه ثوابه، ما رو به روغن شادمانی مست کرده. عزیزان ردای تسبیح بر تن ما کرده تا وجود ما، تا زندگی ما، جلال ما، نام عزیز او رو تمجید بگه، جلال او رو بستایه. خیلی از افراد صبح تا شب دنبال شادی هن، تجربه های لذت بخش، در جستجوی شادی. یک نفر خیلی حرف قشنگی زد، گفت هیچ چیزی از این بدتر نیست، تو باعث بدبختی تو نمیشه که دنبال شادی باشی، خوشبختی باشی. یعنی هرچی که جستجو کنی، این خوشبختی از تو فرار میکنه. چه خرجای هنگفتی، چه لحظاتی که انسان‌ها میدوند دنبال خوشبختی. بازم جهان ما پر از درد و رنجه. من نمیگم دنبال خوشبختی نباش، دنبال شادی نباش، اما میخوام امروز دعا میکنم که برای تو مکشوف بشه که شادی حقیقی تنها و تنها در عیسی مسیح خداوند امکان پذیره، در کسی امکان پذیره که از طریق روح القدس عزیزان قلب‌های ما رو، این میوه خوشی روح القدس رو در ما جاری میکنه، چون خوشی ثمره روح خداست. آمین.
وقتی که خدا انسان رو آفرید عزیزان، از نظر روانی موجودی رو آفرید. خوب اینو بدونید، چه موجودی آفرید؟ موجودی رو آفرید. روح و روان ما رو جوری خلق کرد عزیزان که در تماس دائم با خدا باشیم. خدا جهانی رو آفرید که آکنده از شادی و خوشی بود. باور میکنی؟ تمام وجود این انسان اولیه در پرتو درخشان حضور خدا، محبت خدا منور بود. او بیدار بود، او هوشیار بود، او پر از شادی بود. شادی از سوی خدا به سوی انسان افاضه میشد و از سوی انسان به شکل یک محبتی که پر از تسلیم و اطاعت بود، پر از ستایش بود، به سوی آسمان به طرف خدا بلند کرده میشد. انسان به راستی پسر خدا بود، انسان به راستی محبوب خدا بود. مخلوق مبارک که اگه امروز منو تو میدیدیم، این مخلوق مبارک و عزیزان با این چشمای انسانیمون رو محک میزدیم، او رو وحشی مینامیدیم، او رو مخلوقی میدیدیم، نگاه میکردیم که باید از او بهره کشی کنیم، با دید حقارت به او نگاه کنیم. ولی اگه فقط یکی دو نفر از ما قدیس بودن، او رو میدیدن عزیزان اونجور که باید میدیدن. این موجودی که برهنه بود، پرمو بود، کند زبان بود، به پای این انسان بهشتی می افتادن. تا روزی که وضعیت بهشتیشونو این انسان ها از دست دادن، از حضور پرجلال و هستی بخش خدا ساقط شدن. یک روزی، یک کسی، یک چیزی در گوش اونا نجوا کرد، شما می تونین مثل خدایان باشید. این انسان اول از خدا رو برگردانید و به سوی خودش رو گردانیده کرد. انسان شد به قول ما ایرانی ها نوکر آقای خودش. نیست؟ خیلی ماها به این فخر میکنیم، نوکر خودم، آقای خودم. از اون روز انسان به این روز افتاد، از منبع شادی و هستی دور افتاد. او خاک بود و دوباره به خاک برگشت. از یک انسان بهشتی به سمت یک انسان طبیعی نزول کرد. غرور، جاه‌طلبی، میل به خوشایند بودن، خودرأیی، رقابت، بخل، حسد، تکاپوی خستگی ناپذیر برای به دست آوردن امنیت و شادی در او پدید اومد. نوع جدیدی از انسان روی زمین را رفت که خدا هرگز او رو نیافریده بود. باور میکنی؟ تو حق جویان به اندازه کافی اینو خوندین، یاد گرفتین. ولی انسان دوم اومد عزیزان، به گونه‌ای که در فهم ما نمی گنجه، به گونه‌ای توضیح ناپذیر عزیزان، به بالاترین حد قابل تصور. مرگ و گناه رو، اطاعت و تسلیم رو که همه ما قاصر اومدیم، در خودش جذب کرد. تا امروز من و تو دوباره به اون حضور خدا راه پیدا کنیم. وقتی شخصی آمرزش گناهان رو دریافت میکنه به خاطر کار جلجتا، کاری که در جلجتا انجام شد، عزیزان یک احساسیه انگار بار تمام کائنات از رو شونه های اون میفته و خوشی عظیمی تو قلب او میاد. چقدر زیبا اشعیا 61:10 گفته در خداوند شادی بسیار میکنم، جان من در خداوند وجد میکنه، چون که مرا به تنپوش نجات ملبس کرد و ردای عدالت رو دوباره به من پوشانید، من از این عریانی بیرون آورد. عزیزان شالوده شادی روحانی فقط و فقط با پیوستن به عیسی مسیح دوباره برقرار میشه. یادم اون لحظه ای که سر سجاده نماز نه دعایی بلد بودم، نه شبانی داشتم، نه کلیسایی بود، با یه جزء قلبم رو به خدا سپردم. هیچ وقت اون لحظه بهشتی رو یادم نمیاد، نمیره. اون موقع نمیدونستم داره چه اتفاقی میفته، فقط یک انسان مرده احساس میکردم در من زنده شد.
تا تقریبا 7-8 روز فقط این حرف بود توی دهان من. خدایا حضور تو باغ عدن منه. من حق جویان رو نمیدونستم، من هیچ چیزی نمیدونستم، فقط فهمیده بودم اون صد رکعت نمازهایی که میخوندم به سخت میخورد. الان یه چیزی شده بود که من احساس میکردم وضعیت و شرایط بغرنج من عوض نشده بود، ولی خوشی خداوند و حضور خداوند سر سجاده این نماز تمامی فضا رو انباشته کرده بود. هرچه که مانع رابطه ما با خدا میشه، ما رو از شادی خداوند محروم میکنه. وقتی با روحی خالی از کینه، تلخی، افکار جسمانی و نفسانی به حضور خدا میای، روح خدا منبع شادی رو در قلب تو جاری میکنه. باور میکنی؟ خودت باید بچشی اینو. وقتی به عیسی فکر میکنی عزیزان، که چطور تو رو محبوب خودش ساخته، چطور تو رو جمع کرد از این دنیا، چطور نه فقط نجات داد بلکه عاشق توه. عزیزان وقتی یک دختری عاشق یه پسری میشه، تلالو خاصی در چهره اون دیده میشه، نیست؟ زیرا دائم به محبوب خودش فکر میکنه. وقتی تو به او فکر میکنی، ظاهر درخشان و نورانی عیسی از تو دیده میشه. وقتی به جای کینه و غم و غصه و گذشته به عیسی فکر میکنی، سخته یه موقع جون کندنه، فقط روح خدا عیسی زنده به تو کمک میکنه. اینطور میشه که از جلال به جلال منتقل میشی. اما نتایج این شادی خداوند چیه عزیزان؟ ما رو وارد عمق‌های سرود و پرستش میکنه. دیدین افراد میان اصلا نمیتونن خدا رو بپرستن. وقتی شادی خداوند در قلب تو جاری میشه، تو وارد قدس الاقداس میشی. مزمور 149 آیه 9 میگه خداوند سرودی تازه برای تو میسرایم، با ترنم و شادی تو رو تسبیح میخوانم. و همجور قوت الهی تو پر میشی. نهیمیا میگه باب 8 آیه 10 میگه شادی خداوند قوت منه، ضعیف گوید قوی هستم. عزیزان این خوشی دنبال قوتی به دوازه صبح تا شب تزریق میکنی؟ سرور خداوند قوت توه. چطوری وارد این خوشی خداوند بشم؟ راهش چیه؟ کلیدش چیه؟ یک کلید داره، فقط اطاعت و توکل. اطاعت و توکل. خود عیسی میگه هیچ برکتی بالاتر از برکت اطاعت نیست. شلوز آس. میانبر نداره عزیزان. خود در لوقا باب 11 آیه 27 و 28 میگه یه زنی وقتی عیسی مسیح رو دید فریاد زد خوشا به حال اون زنی که به تو شیر داد. اول گفت خوشا به حال اون زنی که تو رو زایید، بعد گفت خوشا به حال اون زنی که تو رو شیر داد. عیسی مسیح خداوند گفت خوشا به حال اون کسی که کلام خدا رو میشنوه و او رو اطاعت میکنه، به جا میاره، به زبانی مطیع خدا بودن از مادر مسیحا بودن مبارکتره. و بسیار غم انگیزه عزیزان که خیلی از افراد در تلاشن برای به دست آوردن شادی از این کلیسا به اون کلیسا، غافل از این که ما با سرودهای روحانی خاصی شاد نمیشیم. مشارکت با افرادی که دائما موافق دلمون حرف بزنن، گناهانمونو بپوشونن، بادمون بزنن، ما خوشحال نخواهیم شد. نزدیکه که بگم اشلوس هست، ولی اطاعت عزیزان. وقتی قدرت عیسی به وسیله اطاعت در زندگی من و تو جاری میشه، خوشی جای هر ماتمی رو میگیره. باور میکنی؟ خیلی از ماها، خود من انقدر سعی کردم با تشویق ها خوش کنم افرادو، طبق دلشون باشون رفتار کنم. الان اشکال نداره عزیز جان، هر اتفاقی که افتاده فقط تو شاد باش، نیست؟ شاد باش همین.
هیچ اتفاقی که نیفتاده، بعد چند وقت دیدم حالش هم بدتر شده. نیست؟ برعکس شده. چرا؟ چون عزیزان خدا اگه در زندگی روزانه تو، زندگی عادی تو، به وسیله تو، اطاعت و توکل تو در قلب تو نفوذ نکنی، خدایی که منبع شادیه، شادی یخته. شادی یخته عزیزان. خیلی من سعی کردم میون بر بزنم، خیلی سعی کردم، آخر به اینجا رسیدم. دهن تو ببند، از کلام خدا اطاعت کن تا امنیت و خوشی و اعتماد پیدا کنی. اما من و تو چه سهمی داریم؟ کلیسا چه سهمی داره؟ برای اینکه این خوشی رو مهیا کنه سهمی ما داریم نیست؟ یکی از سهمایی که باید کلیسا انجام بده، ماها انجام بدیم در حد توانمون، جشن و سرور انجام بدیم عزیزان. این جشن گرفتن رو دست کم نگیریم. جشن و سرور میدونیم باعث میشه که زیاد خودمون رو جدی نگیریم، ما رو سرزنده تر میکنه، سرحال تر میکنه. خود عیسی مسیح دائما پر از خرمی و سرور بود، به خاطر همین بهش میگفتم میگوسا، شکمباره، دائم میخوره. البته منظورم نیست که در حیطه های گناهالو داخل شیم، ولی روح ما عزیزان نیاز به نشاط و شادی و سرزندگی داره. بدن ما از تلاش زیاد خسته میشه، روح ما حتی از تلاش های مداوم روحانی، هی صبح تا شب در دل گوش کن و روان درمانی کن، صبح تا شب دعا کن، صبح تا شب شفاعت کن، خسته میشه روح ما. این جشن و سرور باعث میشه ما مواهب الهی رو لذت ببریم عزیزان. وسیله میشه که وجود ما دوباره پر از قدردانی و تشکر از خدا بشه. باشه که با هم بخندیم، باشه که شوخ طبعی رو در خودمون پرورش بدیم. شب سال نو تمام مدت من دعا میکنم خداوند میخوام خوشی تو، انگار کم داشتم، انگار مدت ها بود خوشی خداوند رو نچشیده بودم و همینطور این خوشی در من میامد. خیلی چیزا کج و موج بود عزیزان، تا جایی رسید که دلم خواست که خوشی شدیدتر بشه، چون احساس میکنم خوشی داره میاد. رفتم توی بارون، تو تاریکی، این دیوونه ها بپر میکردم. یه برادری کنارم بود، انگار بیچاره اولین بارش بود، یه ذره از این چیزا میگرد، یه ذره من نگاه میکرد. این انسان کاذب و دروغگوی درونم اومد تو گوشم، قشنگ میشنیدم. ببین خانوم باش، خانوم نسرین جان، یه ذره خانوم باش، این کارا چیه میکنی؟ الان این بیچاره لغزش میخوره، الان گفته که این خانومه رفت اونجا، شبان اعظم رفت اونجا حضور خدا، دعا کنین، بیاین شفاعت کنین. الان این حرکاتو چیه داره میکنه؟ ولی سرور خداوند انقدر پر کرده، احساس میکنه خداوند چقدر شادی رو دوست داره، خدا چقدر شادی رو دوست داره. این سرور و شادی خداوند یه تو دهنی محکم به این انسان کاذب زد، دهن تو ببر، هر چی که فکر میکنم بذار فکر کنم. حتی دلم میخواست فیلم ازم بگیره بذاره همه ببینم من چقدر خلو چلم. عزیزان بسراییم، برخصیم، بانگ شادی بزن، کودکانه شادی و خنده کنیم. رقصهای محلی ارزش خیلی زیادی داره عزیزان، رقصهای محلی در فرهنگهای مختلف خیلی ارزش داره. آمین که این رقصها رو توی کلیسا بیاریم. البته رقص تجلیات خیلی مظاهر خیلی منفی هم داره، اونو توی بازم توی مقوله دیگه است. اما رقص، آواز، جوک، خنده، مزاح، شوخ طبعی، من عاشق حلیمه خانومم، مادر مریم جون، هبش میگم یکم یا حلیمه خانوم بگو برام یه ویدیو کلیپ میفرسته، حلیمه خانوم داره ترکی، منم تشویقش میکنم بیا تو خواهرام بگو، تو رو خدا بیا بگو، چون من که جوک و موک و اینا و اقلا بیایم شما که عطیه دارین. اصلا خنده دوای هر درد بی درمونه، لطیفه های سالم و هوشمندانه لذت ببریم، فیلم های کمدی ببینیم. وقتی شب میشه دلمون میخواد فیلم نگاه کنم، اولین چیزی که میگم قربونت آلبرت جان،
خواهش میگم خون و خونریزی تفنگ بازی و اینا جیمز باندی و اینا نیاری ها. اصلا این چیزا رو نمیخوام ببینم. هنر خندیدن رو بیاموزی ولی یکم بخندیم. هاللویا. در صده های گذشته شنیده بودم عید احمق ها بود. چقدر زیبا هر کسی ادای شخص حتی وزیر وزرا رو در می آورد. چرا باید بمون بر بخوره؟ کاش که بردم وحید که اینقدر هنر و تئاتر داره، اینقدر خلاقانه چیزایی رو به وجود میاره، یه روز بیاد ادای منو پاستور رو در بیاره. چرا نه؟ یه روز منو آلبرت، یه روز نه دو دفعه ادای خودمون رو در آوردیم. باور کنیم من اسمم شو سکینه، نه سکینا، سکینه. یعنی سه تا کینه دارم. کینه بیرونی، کینه چی؟ درونی، کینه. سه تا کینه داشتم. زندگی های خودمون رو، رفتارهای خودمون رو نیست اومدیم. آلبرت جانم شو جک، با اون خصوصیت جکگونه خاص خودش. کلی خندیدیم. عزیزان. چرا نه جشن کلام خدا رو پاس بداریم، جشن قیام، جشن میلاد، قوت قیام مسیح رو شادی کنیم و کلیسای آلفا و اومگا همینطور به خاطر این آیین خجسته. امروز گفتم اسمش رو بزنم آیینی که پر از شادیه. فقط توش آه و نمیدونم آی بیایم صلیب رو نگاه کنیم، از صلیب بگذاریم. رستاخیز لذت و شادی داره. این ضیافت مقدس، این ضیافت محبتانه. عزیزان ما در کادر آشپزخونه شام تهیه کردن که با هم بخوریم، برقصیم، بخندیم، زیرا خداوند شادی رو دوست داره. عزیزان عیسی مسیح در شام آخر باب 22 آیه 16 میگه زیرا به شما میگویم که دیگه از این شام نخواهید خورد تا آن زمانی که در پادشاهی خدا مفهوم حقیقی اون تحقق یابد. یک روز در اون ضیافت الهی از آن اون شام بره رو با هم خواهیم خورد. سر اون سفره سلطنتی در اون جشن و سروری بی پایان که برپا خواهد شد با هم دیگه شام خواهیم خورد. عزیزان نیاییم صبر کنیم تا اون روز فرا برسه. امروز این ضیافت مقدس، این سفره، این آیین خجسته و شاد فقط نمونه کوچیکی از اون ضیافت سلطنتیه که من و تو خواهیم چشید. آن ضیافتی که بزرگان، توانگران، زورگویان، بیرحمان از جایگاه خودشون فرود خواهند اومد. اما ضعفا، فرودستان، رنج دیدگان، عزیزان، کسایی که با سیلی صورت خودشونو سرخ نگه می‌دارن جایگاهی والا خواهند داشت. آن سفره پرشکوه الهی که دیگه فرقی بین غنی و فقیر و توانمند و ثروتمند و ناتوان نخواهد داشت. همه با هم جلال، عظمت، دولت خدا رو خواهیم جشن گرفت. آمین. بیایم منتظر اون روز نباشیم. خدا در باغ سبز به ما نشون نمیده. امروز میخواد لبهای ما رو، قلب ما رو پر از یک شادی بی پایان بکنه. در این اولین عشای مقدس بیایم شادی و سرور حقیقی رو در هر شرایطی با توکل و اطاعت از او همین امروز تجربه کنیم. بیایم با سپردن خودمون عزیزان، با اطاعت از کلام خدا، حتی اگه نکردی اشکالی نداره، خدا و اونجا نمی نویسه ده بار نکردی نمیدونم هی بزنه تو سر ما، هی لیست و تومار برای ما آماده کنه. این خدا عزیزان هزاری هم بیفتی قاصر بیای، این خدایی که من میشناسم، یه سر سوزنش رو چشیدم، تو خودش کانال میزنه، ذخایر رو در میاره از خودش، اما منو تو نمیخواد نیست؟ جایی که میگه دیگه گردن کش و شروری که اصلا میخوام پرتت کنم اون ور، تو خروج میگه اصلا با تو نمیام، و جایی دیگه با قوم داره راه میره میگه اینا که عوض شدنی نیستن، من باید عوض شم. این خدای محبت که در خودش کانال عشق و محبت جاری میکنه نیست؟
و ما شماها مردا خوانده شدین شباهت او، نه تا با یه کشمیشونه من چیز، نه برو دیگه نمیتونم با تو زندگی کنم. ما خوانده شدیم مردا به شباهت یهوه خدا، که حتی جاهایی که بنبسته تو خودمون ذخایر جاری کنیم. این خدا امروز حتی اگه نخوندی کلام و اطاعت نکردی، بذار خدا تو رو داخل شادی خودش بکنه. آمین. بیایم زندگی هامونو به او بسپاریم عزیزان. مجرد بودنمون رو، خیلی ها آه و ناله دارن برای همسر، تنها هن. بیا امروز مجرد بودن تو به او بسپاری، ازدواج تو به او بسپاری، بیا شغل تو، بچه ها تو، پاس تو، آینده تو، تندرستی تو به او بسپار، بیماری تو به او بسپار. اگه شخصی تو زندگی توه که دائم داره تو رو کاهیده میکنه، فرسایشت میده، نمیدونی دیگه با او چی کار کنی، بسپر به خدا. در مرکز تمامی این سپردن ها عزیزان، گناهاتو بسپر، گناهاتو بسپر، تقصیرهاتو بسپر، ضعفاتو بسپر، ترساتو بسپر، بنبستهای زندگیتو بسپر، چه کنم چه کنم تو بسپر، زیرا فقط رحمت و شادی و مغفرت عظیم نزد خدای ماست. آمین. بذار امروز با این توکل و تسلیم و اطاعت وارد شادی خداوند بشی. در این سالی که در پیش رو داری، در این شادی پر جلال داخل شی، که بازتاب اون چی عزیزان؟ یه پرستشی عمیق. گفتیم احکام خدا رو نگاه داریم. تمامی احکام خدا چیه؟ که خدای خود رو با تمامی دل، فهم، نفس، قوت خودت پرستش کن، که این افضل ترین احکام است. آمین. چشمای خودمونو ببندیم چند لحظه. ای خدای عالی، ای خدایی که فقط میتونم بگم عاشقتم، عاشق اون عشق ورزیاتم، عاشق اون دل بزرگتم، عاشق اون دل عاشقتم، خدایی که گناهای ما رو نگهبانی نمی کنی، خدایی که گناهای ما رو حفظ نمی کنی. اگه تو گناهای ما رو نگه می داشتی پیش چشمت، الان پیش هیچ کدوم ما، اصلا ما هیچ کدوم امیدی نداشتیم. حتی اگه میگی گناهی هم بکنی، شفیع داری، یه شفیع دلسوز، مسیح عادل که با شفاعتش تو رو نزد این خدایی که منبع شادیه میاره، نزد خدایی هستیم که عاشق رحمت کردنه، عاشق احسان نمودنه، نزد خدایی هستیم که گزارشی از تقصیرهای ما نمی نویسه، آماده نمی کنه که با اون بزنه تو سرمون، مانعی برای زندگی ما به وجود بیاره. ای خدا، تو خدای حیاتی، خدای زندگی، خدای شادی، خدای شفا، خدای آرامی، خدای آزادی. ای خدا، تو عاشق اینی. اون روز چشیدم، بارها چشیدم که وقتی شادم چقدر قوت تو بیشتر در من جاری میشه. امروز خداوند دعا میکنم که هر کسی که اینجاست در شگفتی های بخشش تو، محبت تو، شادی تو امروز غرقه بشه. امروز فیض عطا کن خداوند که چشمای دل ما باز شه. اونایی که احساس محکومیت میکنن، هی میگم من کلام نمیخونم، دعا نمیکنم، ایماندار خوبی نیستم، ای خدا فیض عطا کن که با چشمای عاشق تو خودمونو ببینیم، که ما در هر شرایطی محبوب تو هستیم، تو عاشق ما هستی، این عشق توست که ما رو به اطاعت و تسلیم باز میداره. خدا با قلبهای ما رو شعله ور کن. اول عیسی مسیح عاشق تو شد تا تونه صلیب رو بره، اطاعت کنه تا به مرگ صلیب. خدای قلب من و مایان شعله ور اون محبت و عشقت بکن، تا هر صلیبی رو خدا من نبا دلخوری و زقزق، بلکه با شادی تحمل کنیم. امروز ما رو با روغن شادمانی مس کن، تا به این سفره رحمت، برکت، سفره خجسته و شاد با آوازهای شادمانی نزدیک بشی. باشه که امروز
همه متوکلان تو ای خداوند، همه مطیعان تو شادی کنند در تو. آمین. امروز باشه که تک تک شما تطهینشیم به روغن شادمانی در این سفره مقدس. کلیسای خداوند بگه آمین.